سلام، وقتتون بخیر. امروز قرار شده که بیایم روستای سنگان بریم ببینیم با هم دیگه، بریم آبشار سنگان، یه جای نزدیک تهران تو جاده‌ای که دیدید جاده امامزاده دعا بود هستش که می‌بینید. یه خروجی داره به سمت سنگان، میرید سنگان رو رد می‌کنید و انتهاش می‌رسید به آبشار زیبای سنگان. پس با ما همراه باشید. سلام، دوباره اومدیم سمت آبشار سنگان. میبینید اینجا مشخص آبشار و اگر بالاترش رو ببینید نمای برف هم مشخصه و خزانی که توی این فصل کرده فوق‌العاده است. منظره واقعا جذاب و دیدنیه. آبشار یه مقدار مسیر پیاده روی داره که باید بیایم پیاده بیایم، البته ما چون تجهیزات داشتیم تا جای با ماشین اومدیم. از اینجا به بعد میریم از این کوه میزنیم و میریم پای آبشار. یه غاری اونجا هستش، قراره که از اون غار هم براتون تصویر تهیه کنیم. بالای آبشار تونه‌های جالبی داره، ورودی‌های آبشار هستش و خود آبشار که ارتفاع زیادی داره پایینش خیلی قشنگه. پیشنهاد می‌کنم حتما بیایید ببینید، از دستتون در نره. بیایید.
دوستانی که طبیعتگرد کوهنورد هستن هم اینجا توی مسیرمون دیدیم، خواستیم هم یه صحبتی باشون بکنیم، هم حس حالشون رو بپرسیم. من اولین بارم بود با جی پی اس اینترنتی گرفتیم مسیر رو. ما قصدمون قله پنجسار بود، رفتیم صعود کردیم از ساعت 6 صبح تا اینجا، یعنی 4 کیلومتر راهه از خود روستای سنگان تا آبشار سنگان، 4 کیلومتر راهه. بعد حدودا 9 رسیدیم به صبحانه رو تو این غار خوردیم، یه غاری هم هست خیلی زیباست، دستکن احتمالاً. غار کوچیکه ولی قشنگه. بعدش خیلی هم زیبا، خدا شکر دیروز بارون خوبی اومده بود، اومدنی هم واقعاً باغ‌ها خیلی زیبا بود. حالا این منطقه قله پهنسار هم من معرفی کنم، از اینجا که میریم تا قله حدود 7 کیلومتر بکنم راهه. بعد قله پهنسار از 5 مسیر فکر کنم بشه صعود کرد. یکی از مسیرهاش همین روستای سنگانه. بعد روستای واریش یا وردیج است. از طرف روستای خور هست. بعد از دو سه تا مسیر دیگه هم هستش. بعد میریم تا قله. الان امروز فکر کنم منفی 3-4 بود راحت. سوار برف هم نشسته بود دست. برف راحت کنم 20 سانتی راحت بود. اما این لذت کوهنوردی از دست ندید. یه بار امتحان کنید. پاییز میگن که سلطان رنگ هست، هیچ وقت پاییز آید دست، مخصوصا روزی که بارون میاد، روز بعدش حتما بیاین. آره ما دیشب هم تا نصفه شب داشتیم چک میکردیم ببینیم بند میاد بارون اینجا هوانه، ولی خدا رو شکر هوا خیلی خوب شد و اینکه طبیعت اینجا فوق العاده زیبا شد. یک ماه پیش هم اومده بودم، الان پاییزش خیلی انگار زیباتر هم شده. یه پیشنهادی براتون دارم، یه معجونی میخوام آماده کنم که هم خستگیتون در بره، هم رفرش بشین، هم سر حال بشین، و همه اینها هم از همین گیاهای طبیعیه. گل گاو زبون رو که همه میشناسید، بهترین دمنوش هست برای فصل سرد، آرامش بخش شدیدن و حالتون خیلی خوب میکنه. اینجا استفاده کنیم، یه ذره گل گاو زبون میریزیم، اینو معجون جادوگر است. یه ذره بهلیمو میریزیم برای عطر و طعمش، و همه اینها البته با دوستانی که تخصص دارن تو این زمینه صحبت کردیم که تنظیمات این به هم نخوره، یکی از اینا فشار میبره که بالا، یکی فشار میاره پایین و مشکلی پیش نمیاد. گل گاو زبون رو همیشه با سنبل تیب هم دم بکنیم، آرامش بخش بودنش چندین برابر میشه، و یه ذره هم سنبل تیب میندازیم توش، آخرش ببینیم چی میشه. به خاطری که خستگیمون در بره، حالمونم بهتر بشه، ما یه مقداری چای ترشه، این چای ترشم یه ذره میریزیم تو این دمنوشم. چیز دیگه هم بریزیم؟ بچه ها پشت دوربین ترسیدن دیگه. و زنجبیل خواهم کم بریزم، انقدر ایراد نره، خوبه. اینم زنجبیل، توی آتیش مستقیم نباشه، بذارید دم بکشه چند دقیقه و بعد از این استفاده کنید. یه ذره گل گاو زبونش کم شد، یه ذره دیگه. میتونید گل گاو زبون سنبل تیب رو هم با عسل و لیمو امانی هم دم بکنید و این کمک میکنه که فشارتون متعادل بشه، از اون طرف واقع دستون درد نکنه. دوتا یه دمنوش رنگارنگ قشنگیه، از الان بوش شروع شده، فوق‌العاده میشه. و این رو میل بکنید حتما تو طبیعت، میتونید اینو درست کنید، ترکیب کنید، آماده بیارید با خودتون، مطمئن باشید حالتون خوب میشه، رفرش میشید، سر حال میشید، تا فردا صبحش هم باز میتونید بچرخید. بازم همراه ما باشید.